سلام پنجشنبه 11 آذر 89 دسامبر 2010 میلادی در مورد هشت موضوع امروز صحبت می‌کنیم موضوع اول اینکه دانشجویان دانشگاه خاجه نصیر تجمع اعتراضی داشتند برای اعتراض به دستگیری و زندانی شدن میلاد اسدی فعال دانشجویی و عضو دفتر تحکیم وحدت دانشجویی این دانشجویان در دانشکده برق میز گذاشتن همراه با عکس میلاد اسدی و تجمع دانشجوها شعار دادن و نیروهای امنیتی که از قبل هم در همه جا مستقر بودن غافل گیر میشن ولی خودشون رو به اونجا میرسونن با هو کردن دانشجوها مواجه میشن و سعی میکنن که میز و تجمع رو به هم بزنن یکی از کارهای خوبی که در این نوع اکسیون ها میشه انجام دادی نیست که یکی دو نفر یا بیشتر قبلا مسئول شده باشند در جای مناسبی که کسی اونها رو نبینه طبقات بالاتری و یا نقاطی که دیده نشند و از این نیروهای امنیتی لباس شخصی که میان عکس بگیرن و بعدا روی اینترنت قرار بگیرن همینطور در دانشگاه تهران هم به مناسبت 16 آذر تراکت ها و شبنامه هایی پخش شده دعوت به تجمعات اعتراضی شده پسترهایی از مجید توکلی در تابلوی اعلانات دانشگاه نصب شده و همینطور قبلا هم در دانشگاه علم و صنعت دیوار نویسی راجع به 16 آذر شروع شده بود دانشگاه فردوسی مشهد هم گزارشش رو دادیم که دیوار نویسی و پخش اعلامیه داشتیم همینطور دانشگاه امیر کبیر علامه شهر کرد دانشگاه آزاد و دولوم تحقیقات همه با محتوای دعوت به تجمع های اعتراضی اعتصاب و سر کلاس نرفتن در روز 16 آذر به عمل اومده در دانشگاه غزوین هم نشریه کلمه اعتماد ملی و دانشجو به طرز وسیعی پخش شد نکته دومی که خانواده محمد صدیق کبودوند زندانی 48 ساله کرد که به پدر حقوق بشر کردستان معروف مدیر مسئول هفته نامه پیام مردم و بنیانگذار سازمان حقوق بشر کردستان که از سال 2007 دستگیر شده از مردم خواستند که در اعتراض به زندانی بودن و وضعیت جسمانی نگران کننده محمد صدیق کبودوند اعتراض بکنند او که هفت ماه در سلول انفرادی و زیر شکنجه بوده به یازده سال زندان محکوم شده و با بیماری هایی مثل فشار خون، ناراحتی قلبی، پروستات پیشرفته، آرزه مغزی و غیره دست پنجه نرم میکنه. خانواده محمد صدیق کبودوند خواستند که غیر از اعتراض از کاندیداتوری این مبارزه حقوق بشر برای جایزه صلح نوبل برای سال آینده پشتیبانی بکنن در سراسر دنیا و حمایت بکنن این کار البته حداقل نام او رو بلند میکنه و فشار رو ممکن است در زندان از او کمتر بکنه آقای عبدالله شهبازی هم که کتابی رو در مورد زمینخواری در فارس و اولیگارشی که زمینخواران به وجود آوردن روی سایت خودش قرار داده بود سرانجام دستگیر شد روز گذشته و به دلیل کتابی که در اون هم فرمانده سپاه استان و هم امام جمعه رو آقای شهبازی متهم کرده به اینکه در زمین خاری های بزرگ و سو های مالی دست دارد. فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا هم در دیداری که با انجمن بینالمللی روزنامه‌نگاران روزنامه نگاران ایرانی داشته هیئتی به سرپرستی خانم نوشابه امیری از حرکت روزنامه نگاران ایرانی پشتیبانی کرده و موجی رو که ایرانی ها و روزنامه نگاران ایرانی در سراسر دنیا ایجاد کردند رو ستوده نکته سوم اینکه آقای احمدی نژاد در صحبتی که داشته به خدا قسم خورده که اگر ترورها در ایران تکرار بشه اعضای شورای امنیت سازمان ملل رو محاکمه و مجازات میکنه ایشون البته بعد به با آقای احمدی نژاد گفت همین روزها قبل از اینکه حالا اعضای کشورهای پنج عضو دائم شورای امنیت یا احتمالا اعضای غیر دائم رو ایشون محاکمه و مجازات بکنه اگر ممکنه لطفا فشار بیارن که اسم خلیج فارس رو نیروی دریایی امریکا به خلیج اسم مجعول عوض کرده و از مدت ها قبل هم وزاد دفاع امریکا این کار رو شروع کرده حتی زمان ریاست جمهوری آقای کلینتون و علا رغم این که ایران به سفیر سوئیس هم اعتراض کرده اما هیچ کار دیگه ای از دستش بر نمیاد بهشون باید گفت اگر زوری داریم بی زحمت فعلا صرف این بکنید که اسم خلیج فارس ما رو در دنیا عوض نکنن اون هم با فشار کشورهای عربی آقای علی متحری هم در مورد آقای احمدی نژاد گفته که ایشون در خصوص ماجرای استیزاه آقای علی کردان دروغ گفته چون آقای احمدی نژاد مدعی شده بود که این استعمار پیر انگلیس باعث استیزاه طرح استیضاح آقای کردان رو داشته و او خودش خواسته که تنها به سحن مجلس بره در حالی که آقای متحری افشا کرده که این کار رو خود ایشون بانی شد و مجلس هم اعتراض کرد و حتی به آقای احمد نژاد گفته بوده که کردان رو به سمت دیگه ای بگذارن که نیاز به اومدن در صحن مجلس نباشه ولی آقای احمد نژاد دوستانش با آقای کردان قول داده بودن که او رو تنها نمیگذارن اما در روز استیزاه ایشون رو تنها گذاشتن و هیچکس باهاش به مجلس نرفت نکته چهارمی که آقای دنیس راست گفته که ایران بهتر از فرصت گفتگوی جدید با پنج به اضافه یک نهایت استفاده رو بکنه برای اینکه بعد از اون اگر چیزی به دست نیاره بازنده بزرگ خواهد شد البته سایت رجا نیوز برای اینکه دولت را از تکوتا اندازه به دروغ مدعی شده که خانم کاترینشتون از طریق دولت ترکیه از ایران عذرخواهی کرده که محل جلسه به ژنو منتقل شده در که از اول هم اتحادیه اروپا و امریکایی ها گفتن که جلسه رو در ترکیه نمیگذارن پنج دسام قرار است که در ژنو جلسه دور جدید و گفتگو با ایران شروع بشه آقای ویلیام برنز معاون وزارت خارجه امریکا هم گفته که ایران به دلیل تحریم ها تاکنون بیش از 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی از ایران بیرون رفته انجام نشده هم آقای لوی معاون اداره خزانداری امریکا هم گفته میلیاردها دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی در ایران از ایران بیرون رفته و انجام نشد نکته پنجم این که کیهان از قول وزیر اقتصاد دارایی نقل کرده بود که بنزین قرار است به لیتری 700 تومان برسه آقای وزیر دارایی این حرف رو تکذیب کرد و گفت که حرف من بد فهمیده شده و من چون این چیزی رو نگفتم حال بر سر این نرخ بنزین و سایر کالاهایی که قرار یارانش حذف بشه فعلا وزرای هیئت دولت مثل گلوله داغ توی بغل همدیگه میندازن و هیچ کدوم حاضر نیستند که از ترس اعتراض مردم پا پیش بگذارن و عدد گرونی ها رو اعلام بکن هر کدومشون هم یک چیزی میگن اون دیگری تکسیب میکنه و یا خودشون تکسیب میکنه نکته ششم اینکه آقای مجتبا خامنه ای پسر آقای خامنه ای ظاهرا درس خارج فقه رو تدریس خارج فقه رو در قوم آغاز کرده یک تعدادی طلاب فرمایشی هم برایشون از همون بسیجی های طلاب بسیجی قوم و این کسایی که حقوق بیت هستن آوردن پای درسشون نشوندن و به این ترتیب زمینه مرجع شدن رو براش فراهم بکنن این به دنباله اون حرف است که دامن میزنه به اینکه خواب جانشینی آقای مشتبه خامنه ای رو میبینند و نیروهای کودتاچی و آدمکش دوره ایشون سعی میکنند که این زمینه رو فراهم بکنن نکته هفتم اینکه به روزنامه های کشور ابلاغ شده از طرف شروع امنیت کشور که اسم بعضیها از جمله اسم بنده رو تحت هیچ عنوانی نباید ذکر بکنن حتی پای آگهی ختم مادر بنده هم اسم فامیلی نباید باشه به همین دلیل اجازه ندادن که آگهی برگزاری مراسم ترهیم صبح جمعه در مسجد نور واقع در خیابان دکتر فاطمی از ساعت 9 تا ده صبح اجازه انتشار در روزنامه شرق یا روزنامه همشهری یا هیچ روزنامه دیگری رو نیافته اما نکته آخر ادامه بحث ما در خصوص استراتژی این مرحله جنبشه که رسیدیم به مسئله آموزش آنچه که هدف بحث آموزش عمومی ما هستش این است که بتوانیم به زبان ساده به مردم نشون بدیم که آنچه که در اکسیون های اعتراضی پیش رو در مقابل به خصوص گرانی ها و موج بحران اقتصادی انجام میدن مؤثره و مجموع اونها با همدیگه چگونه در واقع حکومت رو پایین بیاره تهیه جزوه های آموزشی به زبان ساده بحثی است که روزهای آینده دنبال میکنیم من دکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایران